بریم سراغ سیاست های اقتصادی که ترامپ و وانس وعده دادن بیارن ترامپ وانس ادمنستریشن کود هرالد نیو ایرا فور دلار نامزدی وانس و ترامپ میتونه دوره جدیدی برای دلار آغاز کنه میگه هر دوشون هم ترامپ هم وانس گفتن که باید دلار ضعیف بشه چرا تا اینکه بتونه صادرات آمریکا رو تضمین کنه این نکته خیلی خیلی مهمی برای فهم این انتخابات نکته کلیدی برای فهم این انتخابات ماجرا چیست؟ ماجرا اینه که از سال 1980 تقریبا با آمدن ریگان آمریکا به تدریج کارخانه های خودش رو بسته و رفته کجا؟ رفته کارخانه هاش رو برده به چین بعدا به ویتنام بعدا به اندونزی بعدا به هند جای دیگه بهش میگن گلوبالایزیشن جهانی شدن کارخونه بسته میشه میرم به جایی که کار ارزون تره درسته و اجناس باید برمیگردن به آمریکا تحرف هم کمتر شده و این اجازه میده که آمریکایی جنس ارزون بخرن آمریکا باید چیکار کنن آمریکایی‌ها باید برن جای دیگه کار کنن برن توی فایننس توی بانکداری توی قسمت های مالی کار کنن برن توی سرویس برن حالا ای خواستن تو هایتک کار کنن تو سیلیکون ولی کار کنن ولی نمی صرف برای ما که مثلا کار یدی کنیم ماشین بسازیم ماشین ساختن کارگر میخواد کارگر آمریکایی روزی 15 دلار 15 دلار معادل چقدر میشه تو ایران امروز افتاد 60 تومن کنیم 64 تومن دلار امروز خب 60 افتاد 15 ساعتی ساعتی 700 تا 800 کار کنه تقریبا مثلا 7 میلیون در روزه خب میمیدیم به ایران که حقوق کارگر ما 7 میلیون تومنه درسته میشه جانی شده اگر کسی فیلم پرایمری کالرز رو دیده باشه که جان تروولتو بازی میکنه فیلم خیلی جالبیه در مورد کمپین انتخابی اشارات تلویحی داره به کمپین انتخاباتی اول بیل کلینتون در سال 1992 سال یک و تو اونجا به هست که ترولتا توی کشتی سادی تو دیترویت داره حرف میزنه دیترویت خب قلب صنعتی آمریکا بود دیگه دیترویت، بالتیمور اینا که شهرهای مهم صنعتی بودن که همه شون بعدش گوست شدن یا شهر اروا شدن چون همه اون کارخونه بسته شد و اونجا کارگرها همه دارن اعتراض میکنن که ما داریم کارمون از دست میدیم دارن ما رو باز خرید میکنن اخراج میکنن و فلان و کلینتون یه حرف جالب میزنه که هم جان که نقش کلینتون رو بازی میکنه میگه که من به شما قول نمیدم که کاراتون رو برگردونم چون اون کارا رفته این کارخونه دیگه جاشون آمریکا نیستش و آمریکا نخواهد بود دوره جدید آغاز شده دقیقا دو سال بعد از فروپاشی شوروی دیگه جهانی, جهانی سازی و یونی لاترالیزم یعنی تک قطبی شدن دیگه به اوج خودش رسیده میگم بهتون قول میدم که این کارخونه ها باقی بمونه و شما کارتون پیدا کنید ولی من میتونم کمکتون کنم که ریترین کنید شما باز آموزی کنید روی ادوکییت کنید یعنی برین یه فن دیگه یاد بگیرید و برین توی کارهای جدید یاد بگیرید حسابداری یاد بگیرید جمع سرویس اینداستری یاد بگیرید سرو خدمات یاد بگیرید ساعت خدمات و غیره این دقیقا اتفاقی است که الان ما میتونیم می بفهمیم چی شد از 1990 قبل از اون 85 با آمدن ریگان و بعد تکمیلش توسط کلینتون جهانی شدن اون وسط تو آمریکا چه اتفاق افتاد بخش صنعتی آمریکا شد راستد بلت کمربند زنگ زده چون زنگ میزنه آهنی بود قبلا آهن نماد چیه نماد سرعتی شدنه یک جایی بود که کارخونه های بزرگ جهان اونجا بودش کارخونه ماشین سازی قطار سازی هلیکوپتر سازی کشتی سازی لوازم خانگی الان شما مثلا برگرد به دهه 50 ایران خیلی از چیزات تو آمریکا تولید میشد همه اون کارخونه جمع شد رفتش جایی که ارزان‌تر تولید شه و اونجا رو زنگ زده شد مثل جایی که لولایی داری که خونه ای که عوض نمی کنی بارون میخوره فلان زنگ میزنه بعد میگن راستد بیلد و قیام راستد بیلد قیام این بخش های کارگرنشین رها شده و به امان خدا رها شده در دوره گلوبالایزیشن بود که در قالب ترامپ قیام کرد علیه اولیگارشی دموکرات و ریپابلیکن جمهوری و دموکرات آمریکا فهمید که, که به شما بگه که مردم آمریکا احمقن ترامپ گولشون زد فلان بود نه به که اینکه ترامپ چم اونجوری کلاهش اونجوری زنش خوشکله فلان هر چی به شما بگن اینا چیز یه منطقی پشتش بود اگه جلیلی 9 میلیون نفر رای آورد تو دور اول منطق بود اگه احمد نژاد رای آورد تو سال 84 علی هاشمی رفسنجانی منطق بود هاشمی رفسنجانی نماده سیاست تعدیر اقتصادی بودش به مدت 14 سال 16 سال و نگفتم بهش اسم شده احمدی نژاد و همینطورم هم، حالا تو ایران شاید قالیباف مثلا نماد چه چیزی بود و نگفتم بهش شد جلی من دارم همه حرفم اینه که اگر ما اینجا در تو جدال وقت و حوصله انکار واقعیت نداریم و من فهم کنم که گروه های مختلف سیاسی چه اصلاح طلباش که متخصص این کار واقعیت هم به نفع خود ولی با یه هوش زیاد و اصولگراهاش که واقعا انگار واقعیت آشنا نیستن باهاش با این این کار واقعیت فقط ایران رو عقب میبرن و خوشم باز شکست خواهم خورد اگر اصولگرایان نفهمند چرا در دور اول قالیباف شکست خورد و جلیر پیروز شد تا هزار سال دیگه هیچ انتخاباتی نمیبرن و سنت مگر اینکه از بالا شروع نگاهم با عمر قلقم کنه من اینو بعد یه بار دیگه بگم تو آمریکا هم همین تو آمریکا دموکرات ها چهار سال دینای کردن انکار کردن که چرا ترامپ برد به دروغ متوسل شدن به هزیان متوسل شدن به افسانه راه افسانه زدند چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند گفتن که روسیه اومد دخالت کرد تو انتخابات ما خیر ترامپ توانست بخش های کارگرنشینی که از جهانی سازی متضرر شده بودند فقیر شده بودند و نمیخواستند جهانی سازی رو چون احساس میکردن که دیگی که برای ما نمی جوشه بذار کله سگ توش بجوشه یه آدم پولدارای منحتن تو نیویورک و اونور توی بیولی هیلز توی الی و شم توی سان فرانسیسکو و شرق و غرب پولدار شدن و ما سر اون بیکولا موندیش توی آمریکا درست تو آمریکای مرکز آمریکای اکس اینداستریال سابقا صنعتی اما اتفاق توی انگلیس افتاد همزمان درست یه سال قبلش نه یه سال بعدش یه سال بعدش در انگلیس برگزیت اتفاق افتاد و شمال انگلیس که اکس اندستریال بود شمال سابقا صنعتی انگلیس اونجا رو ریگان شروع کرد به نابودی اینجا رو تاچر شروع کرد به نابودی به طبقه حاکم گفت نه ما نمیخوام تو اتحادی اروپا باشیم اتحادی اروپا که نمادی از جهانی شدن و از ملی شدن دور میشه ما نمیخوایم ما میخوام برگردیم به اون اینجوری خشمشون رو و نارضایتیشون نشون دادن به اون پروسه سدهی همین پروسه اقتصادی بنیان تغییرات سیاسی و اجتماعی است پروسه های اقتصادی بنیانش فرهنگ بعدش باش میاد خب حالا پس چی کار میخواد بکنه ونس و ترامپ اگر بیان کاری که میخوان بکنن این که میخوان دلار رو دیولیوی کنن دیوالوی کنن و ارزش ارزش دلار رو کم کنن دلار ارزون شه یعنی چی اگر مثلا یه دونه آیفون 1500 دلاره وقتی که به نسبت مثلا یوان چین یا به نسبت مثلا جمع. ریال سعودی ریال ایران و خب تر میشه دیگه خریدش آسونتر میشه شما ترجیح اون رو بخری تا اینکه شیامی بخری تا اینکه مثلا سامسونگ بخری درسته و معنی دومش اینه که میخواد آمریکا دوباره به کارخونه تبدیل کنه میخواد کارخونه رو برگردون آمریکا سرعت میخواد برگردون آمریکا برای با بعد تعریف بذاره تعرف های گمرکی رو داره زیاد میکنه برای خودش برای ورود خ... کالای خارجی کالای خارجی سخت وارد آمریکا میشه ولی از اینجا تولید رو انجام میشه میره بیرون همین الان ماشین چینی نمیتونه وارد آمریکا شه یا من می‌گم خودم تو داخل خودم ماشین بسازم چرا چون ماشین سازی معنی شوق برای کارگرای آمریکاییه درسته مرحله داره برعکس میشه و از دل اینم هستش که بعد این روابط اقتصادی رو ببینیم خب اگر این اتفاق بیفته تو بزرگترین دشمن آمریکا کی میشه چین چینه که اقتصاد آمریکا رو فلج کرده درسته چینه که اقتصاد آمریکا رو فلج کرده چینه که کارخانه آمریکا شده چینه که شغل کارگرای آمریکایی رو دزدیده چین که با آمریکا وارد قرارداد فاستی شده مثل کاری که فاست کرد با شیطان قرارداد بستش و روح خودش فروخ و بعد یه یعنی باشته پس کرده میگیره و همین چین خیلی خوب بود از الانصار. حالا هم تو ایران میگن که ایران باید مثل چین با آمریکا رابطه برقرار کنه برادر من اون مال دوره دیگه بود 1973 شوروی بود آمریکا میخواست شوروی رو شکست بده با چین متحد شد علیه روسیه شوروی شوروی شکست بده با اتحادش با چین با پایین وردن نرخ تولید با ورود به فرماسیون اقتصادی متفاوت از ساعتی شدن جهانی شدن شد تونست اقتصاد شوروی رو نابودی بکشونه چون نمیتونست رقابت کنه رقابت شوروی و آمریکا غیر ممکن شد برای شوروی ولی بعدش هم ادامه بده که الان چین ازش قوی تر شده داره شما به شکلی باشه جی دی پیش باش برابری میکنه و الان چین با تن دشمن این نوع نگاه به شکلی ملیگرا پروتکشنیست محافظه و حفاظتگرا و غیر است خب برای اینکه بتونه با چین مقابله کنه و ها کنه آیا میتونه همزمان با چین بجنگه با روسیه بجنگه با ایران بجنگه و غیره خیر بر ترامپ برای اینکه این بتونه با چین درگیر شه با چین دست به یقشه باید ها کنه و بتونه با روسیه تنش رو کم کنه و سلام خب اصل ماجرا اینه ترامپ هم در دوره قبلی با روسیه رابطش بد نبود با, با پوتین رابطش بد نبود هم الان ولی اینا نه به خاطر اینه که جفتشون استرانگ من هستن مردان قوی هستن از همدیگه خوششون میاد نه به خاطر مزخرفات دموکرات این دموکرات ها من عجیب یاد اصلاح طلبان ایران میدازن در شکل ساختن فیک نیوز هاشون یه چهار سال بهمترین روزنامه های جهان نیویورک تایمز و واشنگتن پست این ماجرای دروغین و فیک نیوز راشو گیت رو تو سر کله ما کردند. بعد ما آخرش بوستون یونیورسیتی چم در یه ریسرچ خیلی جدی سال 2021 این رو ماکس برومنتال و آرام ماتر برنامه خیلی خوب روش داشتن نشون دادن که همش دروغ بوده و کل این بحث راشو گیت دروغ بوده خب و به خاطر نبود که ترامپ گفتن ترامپ آمریکا رو به روسیه فروخته دقت کنید اگر پسر اموهای اینا تو ایران از خبر آنلاین و از کلاپاس ایران من و از اون آدمان تو بی, بی سی و غیره این تدائی میکنن که آخوندا و جمهوری اسلامی ایران رو به روسیه فروخته و مرحوم رئیسی ایران رو به روسیه فروخته پسر اموهای آمریکاییشون میگفتن که آمریکا رو ترامپ به روسیه فروخته جلال خالق آمریکای قدرت جهان رو ترامپ فروخته به روسیه و آمریکا نوکر روسیه شده آمریکا مستعمره روسیه شده آی بدوید راشیا گیت راشیا گیت آمریکا رو دادن رفت آمریکا تموم شد ترامپ جاسوس روسیه است بعد یه <ration melody> یه, <honorary> یه سریال بود به اسم امریکنز شب بعضیتون دیده باشید او که داستان داستان این که در دوره شوروی شوروی یه جاسوس های خیلی خیلی رد بالا رو از بچگی توی جاهایی تربیت میکرد با لحچه آمریکایی بزرگشون میکرد و اینا رو میفرستاد تو شهرهای مختلف آمریکا به عنوان شهروند آمریکایی براشون رزومه درست میکرد یکیشون خوشویی داشت یکیشون هتل داشت و اینا زندگی میکردن و اینا از دل جامعه آمریکا جاسوسی میکردن برای کاگبه کار میکردن آدم میکشن اساسینیت میکردن و غیره و غیره و خیلی که ترامپ یکی از این آمریکن ترامپ ممکنه که از روس هایی باشه که به با عنوان سلول خفته تو آمریکا گذاشتن... یعنی من دیروز تو این اسپیس ما یکی که, که مردم ایران سواد سیاسی ندارن برو بابا مردم ایران نزدیک 3000 برابر مردم آمریکا سواد و شعور سیاسی دارن خب 10 دقیقه توی سیاست آمریکا که میگردی مدهوش میشی از میزان خرافات خرافات مذهبی عقب ماندگی به شکلی فکری حضور بیش از اندازه تئوری توته در فکر آدم ها آخر و زمانی گرایی یعنی اصلا باور نکردنی مثلا آمریکا رو ببینی فکر می‌کنی که ایران کشور مدرن مثلا چه مدرنیستی سکولار عجیب قریب حالا همینا رو من گفتم ولی همون موقع ترامپ نه نوکر روسیه بود نه چیزی ترامپ منطق فکر کردنش منطق ناسیونالیستی و این بود که آقا ما قرار باشه که با چین درگیر شیم و بتونیم اقتصادمون رو حالا اون میخواست دیلینک کنه یا حالا الان میخوان دیکاپل کنن اصلا دیگه سوا کنیم نمیتونیم همزمان با روسیه هم بجنگیم و بعد برای با روسیه آشتی کنیم درسته برای همین واسه که هم ترامپ هم جدی ونز اولین کاری که گفتن میخوان بخونن چیه گفتن که ما میخوایم از اوکراین بکشیم بیرون این نکته خیلی 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 کلیدی و دارای اهمیت برای ایرانه